کابل مثل دیگر ولایت کشور در چند روز گذشته شاهد مظاهره خشونت بار محصلین بود. دلیل این خشونت ها شایعاتی از ولایت همجوار بودند. قرآن کریم پر دیر بی ذات ایسرات جماعت نره سلات برونه ور ورا چول امریکانو. احساسات مذهبی مظاهره کنندگان از قلبشان بوده، ولی هیچ کدام از آنان حقیقت موضوع را نمی دانستند. ولایت وردک، قریه خواجگان. در اینجا شایع شده که قرآن شریف توسط امریکایی ها سوختانده شده است، اما حقیقت به گونه دیگر است. واسطه امریکایی ها در این منطقه با ماین اصابت می کند و شورشیان در آن هنگام در این قریه مخفی شده بودند. ملا صدیقی یکی از بزرگان مذهبی این ولایت می خواهد به همراه نیروهای امنیتی در مورد این قضیه تحقیق کند. اولین تعجب، طوری که مظاهره کنندگان فکر می کردن این عمل در مسجد اتفاق نیفتاده است، بلکه در یک خانه عادی اتفاق افتیده است. دا حق سهد است قرآن کریم تدل تور را چوسته او. فقط همسایه ها موجود می باشند، اما هیچ کدام از آنها امریکایی ها را ندیدند که قرآن شریف را بسوزانند. ساعت 8:30 بجه ما در باغ سیب میکندیم و ساعت 11 بجه این حریق رخ داد و چند سیاسوی که در این منطقه بوده اونا گفتن که کلکینه های خانه دود میبرامد. آه نو که دور دوم رقیو خود انواری بم بیا سر و رخسته و که آنو بیا قرآن کریم برکت و سشد آه نو خو قرآن کریم آقا برکت هست سو که سوزولنده. ملا صدیقی این شایعات را رد میکند و شک دارد، زیرا در آن هنگام شورشیان در قریه پنهان شده بودند. دا کار دا مطلق طالبانو کرده، دا غواری سی پا ملی قیام بنده خلق و سی لمدست خلقون استفاده و که ایره کسی در میته که دا مسجد دا وقت ختم انتحار میکنه. سکل دا میدان خار پا جمعی مسجد که طالب بم که خود پا غی که تقریبا یا سلو دو درستل دا قرآن کریمونه دا پا مینو احل مسجد ونرد تخریب سد تا ولی و خبر ونو کل طالب که که دا دی کم دین پلی هسته کرده. چې د مزارع چانو دا چې د وطن دشمنان تیار په کمین کې ناشتي، هغوی د احساساتو نه هر ډول ناوړه استفاده کولای شي.